تاریخ تمدن قسمت 337 فصل پنجم انگلستان در قرن 15 هم 1399-1509 قسمت سوم اخلاق و آداب سفیر کبیر ونیز در حدود سال 1500 به دولت مطبوع خود چنین گزارش داد بیشتر انگلیسی ها چه مرد و چه زن در هر سنی زیبا و خوشندامند عاشق خیشتن و متعلقات خیشند به هر کس جز خود نمی اندیشند و به دنیای جز انگلستان فکر نمی کنند و هرگاه بیگانه زیبا و خوشندامی را می بینند می گویند به انگلیسی ها می ماند و از اینکه انگلیسی نیست متاسف می شوند ممکن است انگلیسی ها بگویند که قسمت اعظم این توصیف اگر تغییرات لازم در آن داده شود با احوال بسیاری از مردم جهان سازگار است اما شک نیست که آنان از نظر جسم و منش و زبان نژاد نیرومند و قوی بودند چنان از ته دل سوگن یاد میکردند که حتی ژاندارک آنها را نیک سیرت مینامد زنانشان سریح و بیپرده سخن میگفتند و از مطالب و موضوعات جسمی و جنسی چنان با آزادی گفتگو میکردند که احتمالا متجددان امروزی را متحیر میساخت شوخی هایشان چون زبانشان خشن و ناهنجار بود و طرز رفتار آنها حتی در طبقه اشراف از خشونت برکنار نبود هرکس میباید پاسبان و نگهدار خود باشد کلوخنداز را با سنگ پاداش دهد و در موقع ضرورت از کشتن نه همین جانوران میتوانستند سخاوتمند، جوانمرد و حتی در جای خود رقیق القلب باشند. دختران را با وقار بار می آوردن تا بتوانند خیشتن را در برابر مردان که چون جانوران درنده در پی شکار آنان بودند حفظ کنند زیرا دوشیزگی در بازار زناشویی سرمایه هنگفتی بود ازدواج بیشتر حادثه‌ای برای نقل و انتقال دارایی از خاندانی به خاندان دیگر بود دختران شرعا در دوازده سالگی و پسران در پانزده سالگی می توانستند حتی بدون اجازه پدر و مادر ازدواج کنند اما در طبقات بالا برای تسریع معامله اموال ازدواج فرزندان همین که به سن هفت می رسیدند به وسیله پدر و مادر انجام می گرفت از این روی ازدواجی که بر پایه عشق و محبت صورت گیرد نادر بود و طلاق ممنوع و زنا و بی افتی خاصه در میان طبقه اشراف امری عمومی مردم انگلستان که اکنون پیرو و طرفدار قانونند در طی تاریخ هیچگاه چون آن زمان دور از قانون نبودند صد سال جنگ مردم را حیوان صفت و درنده خو کرده بود نجوا و اشرافی که از نبرد فرانسه بازگشته بودند در انگلستان به جان یکدیگر افتادند و سربازان آزاد شده را در تویول خود به کار گماشتند هرس و آز اشراف و صداگران به پول تمام قوانین اخلاقی را لگد مال می کرد سرقت های کوچک بیشمار رخ می داد سوداگران کالای تقلبی می و وزنه نادرست به کار می بردند یک بار تقلب در جنس و مقدار کالای صادراتی به تجارت خارجی انگلستان لطمه شدیدی زد بازرگانی دریایی با دریازنی همراه بود ارتشا عمومیت داشت قضات تقریبا بدون دریافت پیشکشی به قضاوت نمی نشستند معموران مالیات را تطمیع می کردند مردم مانند امروز دیوانه پول بودند تمام طبقات جز سوداگران بیشتر سال را تا آنجا که می توانستند در خارج از شهر به سر می بردند قلعه ها که از زمان توسعه و ترقی توپ ها جنبه دفاعی خود را از دست داده بودند آهسته است آه آهسته به خانه های اربابی تبدیل شدند آجر جای سنگ را گرفت اما خانه های فقیرانه و متوسط همچنان با گل و چوب ساخته می شدند دود اجاق ها که قبلا از میان در و پنجره و منافذ سقف خارج می شد اینک جمع می شد و از توی دودکش راه به بیرون می برد و یک بخاری بزرگ دیواری به اتاق نشیمن وقار و شکوه فوقلاده می داد سخف را با تیر و کف و اتاق را با سفال می پوشندند. فرش هنوز چیز نادری بود تقریبا کف همه اتاقها از گلی است که از ها میآورند و گاهی مدت 20 سال همچنان باقی میماند و در زیر آن آب دهان ادرار سگ آدم پس مانده آبجو و ماهی و کسافات بینام و نشان دیگر جمع می شود از این روی با تغییر آب و هوا بخاری از آن متساعد می شود که به عقیده من تعفنش از همه اجزای سازنده آن بیشتر است برای آنکه از مصرف روغن چراغ جلوگیری شود غذاهای اصلی در روز صرف میشد نهار در ساعت ده صبح و شام در پنج بعد از ظهر مردم برای آنکه گیسوان بلندشان از میان غذا ن... به میان غذا نیفتد در سر میز کلاه بر سر میگذاشتند چنگال در موارد به خصوص چون خوردن سالاد یا پنیر به کار می رفت. استعمال آن به شیوه جدید برای نخستین بار در 1463 به چشم می خورد. مهمان کارد خود را همراه داشت و آن را در قلاف کوچکی که به گریبان بسته بود هم میکرد نزاکت آن زمان چنان اقتضا میکرد که غذا را با سر انگشتان تناول کنند تا نیمه قرن شانزدهم دستمال مورد استعمال نداشت و رست آن بود که بینی را با همان دستی که کارد را به کار میبردند پاک کنند نه با دستی که غذا میخوردند دستمال سفره برای مردم ناشناخته بود ولی از کسانی که غذا میخوردن تقاضا میشد که دهان و دندانشان را با رومیزی پاک نکنند خوراک ها سنگین و رنگین بودند نهار معمولی یک آدم متشخص بر 15 تا 20 نوع غذا بالغ میشد گوشت خوراک عمومی و ملی بود سبزی ها کم یا اگر بود کسی نمیخورد آبجو نوشابه ملی مردم به شمار میرفت نوشیدن شراب چون فرانسه یا ایتالیا عمومیت نداشت اما جیره معمولی هر نفر در روز حتی راهبه ها یک گالون آبجو بود حدود سال 1470 انگلیسی ها هرگز آب نمی نوشیدند مگر در فرایز مذهبی یا به عنوان کفاره گناه و یا به طلب بخشایش در جامعه اشرافیت لباس لباس عالی در جامعه اشرفیت لباسها عالی و باشکوه بودند در قرن پانزدهم کفش های نک دراز قرن چهاردهم از رواج افتاد و پنجه کفش ها پهن شد اما اگر از لباس خانم ها بپرسید تنگی بیش از حد جامعه هایشان از شهوت پرستی و غرور آنها حکایت میکرد به هر حال تصاویری که از آن زمان به دست ما رسیده است نشان میدهد که جنس لطیف خود را سر تا پا در جامعه های بلند و تنگ میپوشانیده است وسایل سرگرمی و تفریح متعدد بود از شطرنج و تخت نرد و تاس بازی آغاز میشد و به ماهیگیری شکار تیراندازی نیزه بازی و سوارکاری سر میزد ورق بازی در اواخر قرن پانزدهم به انگلستان راه یافت و انگلیسی ها هنوز هم شاه و ملکه ورق را به شیوه آن زمان لباس میپوشاندند رقص و موسیقی به اندازه قمار شیوع داشت تقریبا همه انگلیسی ها در آوازهای دست جمعی کلیسا شرکت میجستند مردان تنیس هنبال فوتبال گویبازی و حلقه بازی میکردند کشتی میگرفتند و مشزنی میکردند خروس جنگ میدادند و خرس و گاومیش میش را میکردند جاده ها خاکی یا گلی بودند و دزدان زن و مرد و نژاد و طبق و مذهب نمیشناختند مسافرخانه ها جالب بودند اما کثیف و آکنده از سوسک و موش و کک تقریبا هر مسافرخانه ای سلیته ی لوندی داشت که در اختیار مسافرانش قرار میداد و برای پاکدامنی جایی نبود توانگران با اسب و بینوایان پیاده طی طریق میکردند اغلب افراد مسلح توانگران را همراه میکردند بسیاری از ثروتمندان با کالسکه های نوظهوری به مسافرت میرفتند که با اسب کشیده میشد و گفته میشد که این نو کالسکه در قرن پانزدهم به وسیله مردی از اهالی مجارستان در روستای کوچ اختراع شده بود کشتی ها نه بهتر از گذشته و نه بدتر بود سفینه هایی که در سال 1157 شاه ژان را از بردو به لندن آورد دوازده روز در راه بودند جرم و جنایت رواج داشت شهرها فقیرتر از آن بودند که پاسبانی جز افراد داوطلب اجیر کنند اما از همه مردان شهر انتظار می رفت که به کسانی که با هیاهو مجرمی را دنبال میکردند بپیوندند آن عده معدودی که گرفتار میآمدند به مجازاتهای شدید محکوم می شدند جز شبروی، سرقت، ایجاد حریق، توهین به مقدسات و نیز آدمکشی و خیانت دار زدن بود و مجرم را به هر درختی که مناسب تلقا حلقاویز میکردند و جسدش را برای عبرت دیگران و خوراک کلاغان همچنان آویخته میگذاشتند شکنجه کردن متهم و شاهد هر دو در زمان ادوارد چهارم رواج گرفت و مدت دیویز سال دوام یافت بر تعداد وکلای مدافع افسوده شد شاید قضات ما درباره آن عهد شاید قضاوت ما شاید قضاوت ما درباره آن عهد نامنصفانه باشد و ما وحشیگری های دوران روشنفکری فکری خیش را از یاد برده باشیم لولاردها در سال 1407 اسقف اعظم آن آر ندال یا آرندال بار دیگر قوانین شرعی را بر تمام قوانین غیر شرعی ارجح شمرد و تکذیب فتوا و فرمان پاپ یا تردید در آن را به عنوان بدعت غیرقابل بخشایشی در خورد محکومیت شمرد کلیسا که از حملات ویکیلیف که خوندیم ازش براسوده بود یعنی دیگه یه مدت گذشته بود و خستگیش در رفته بود در قرن پانزدهم توش و توان گرفت و ثروت روزافزون به میان صندوقهای آن روان شد دادن پول به کشیشان برای انجام عبادات یا ساختن نمازخانه نوع جدید و شایعی از اعانه دادن بود آنان که آفتاب عمرشان بر به بام بود به کلیسا پول میدادند تا به نامشان نمازخانه های احداث شود و با خواندن نماز و دعا ارواحشان را در رسیدن به عالم ملکوت مدد کنند اکثریت کرسی های پارلمان در اختیار کلیسا بود هنری هفتم و سپس هنری هشتم برای جبران این کم بود ابرام ورزید که پادشاهان حق دارند از میان روحانیان واجد شرایط هر کدام را که بخواهند به مقام اسخفی یا ریاست دیری برگزینند و این امر که اختیار مراتب روحانی را در کف شاه می نهاد راه را برای ادعای هنری هشتم بر توفق مقام سلطنت در کلیسای انگلستان هم ساخت در این میان موعظه‌گران فقیر ویکلیف اندیشه های ضد کلیسایی خود را در همه جا منتشر می کردند. از هر دو نفری دو نفر آبری را که می بینید یکی پیرو ویکلیف است کارگران کارخانه ها پیروان ویکلیف بودند در سال 1195 لولارتا چندان خود را نیرومند یافتند که قطنامه گستاخانه ای از اصول نظرات خود به پارلمان تقدیم داشتند در این بیانیه آنان با تجرد کشیشان عقیده به قلب ماهیات شبیه پرستی زیارت نماز و دعا برای مرده ثروت کلیسا اشتغال روحانیان و کارمندان کلیسایی در ادارات دولتی ضروری بودن اعتراف در نزد کشیش مراسم و آینهای دف یا حبس دیو و جن و پرستش قدیسان کلیسا مخالفت کرده بودند در بیانیه دیگر توصیه نمودند که همه مردم باید کتاب مقدس را مرتب بخوانند و از مفاد آن که بالاتر و فوق احکام کلیساست مطابقت کنند جنگ را به عنوان امری مردود در قوانینی بودند که هزینه های شخصی را تهدید و مردم را به خوردن غذاهای ساده و پوشیدن جامعه های بیالایش مجبور کنند از سوگند خوردن نفرت و اکراه داشتند و از آن اجتناب میکردند در هنگام ضرورت با عباراتی نظیر من یقین دارم یا حقیقت این است افاده سوگند میکردند اندیشه ها و نظرات پیرایشگری رفته رفته در بریتانیا شکل میگرفت معدودی از واعظان پیروی ویکیلیف اندیشه های سوسیالیستی را با عقاید مذهبی میآمیختند، اما بیشتر آنها از حمله به مالکیت های خصوصی خودداری میکردند و در پی جلب پشتیبانی شهسواران و طبقه متوسط و همچنین دهقانان و پورترها برمیآمدند با وجود این طبقات بالا فراموش نمی کردن که با چه مزلتی از انقلاب اجتماعی سال 1181 جان به در و کلیسا در وجود آنها آمادگی تازه ای برای حمایت از خیشتن میدید. دید. ریشار دوم با توقیف نمایندگان لولارت ها در پارلمان آنها را تهدید و به سکوت مجبور کرد در سال 1197 اسخوفان انگلیسی ارزهالی به شاه تقدیم داشتند و مجازات بدعت سرسخت را چون کشورهای دیگر پیروی مسیحیت خواستار شدند اما ریچارد تا این حد با آنها موافق نبود به هر حال در سال 1401 هنری چهارم و پارلمان او فرمان معروف سوزاندن بدعت را صادر کردند در همین سال یک کشیش از فرقه لولارتا را به نام ویلیام ساتری را سوزاندند دیگران را بازداشت کردند و چون به تکسی به عقاید خیش پرداختند با آنها به مدارا رفتار کردند پادشاه فرمان داد تا تعقیب و مجازات لولارتا با شدت بیشتری ادامه یابد لکن اشتغال اسخفا به مسائل ناشی از شقاق در حکومت پاپی موقتا آنها را از تعقیب موضوع منصرف ساخت در 1410 کلیسا یک خیاط لولارد را به مرگ محکوم کرد و در بازار سوزانید پیش از آنکه هیمه ها را آتش زنند پرینس هال از وی خواست که از عقاید خیش دست باز کشد و به او مال و جان وعده کرد لکن او نپذیرفت و از توده هیزم ها به سوی مرگ بالا رفت پرینس هال در سال 1413 به نام هنری پنجم به سلطنت رسید و سیاست دستگیری و توقیف بدعت را با شدت دنبال کرد یکی از دوستان شخصی وی سر جان اولد کاسل بود اولد کاسل در میدانهای نبرد به ملت انگلستان خدمات شایانی کرده بود لکن در قلمرو نفوذ خیش از لولارتا حمایت می کرد و به کارهای آنان به نظر مینگری مینگریست اسخوفان سه بار وی را به محاکمه خواندند و او هر سه بار از حاضر شدن در برابر دادگاه امتناع ورزید سرانجام در برابر فرمان پادشاه سر تعظیم فرود آورد و در سال 1413 در تالار محاکمه کلیسای سنت پول آنجا که 36 سال پیش ویکیلیف به محاکمه خوانده شده بود در برابر اسقفان حاضر شد اولدکاسر تاکید کرد که مسیحی متدین نیست اما عقاید لولارتا را درباره اعتراف و آین قربانی مقدس تکذیب نکرد دادگاه او را به اعلام داشت در برج لندن محبوس کرد و بدان امید که سخنانش را پس میگیرد به وی چهل روز مهلت داد اولد کاسل در عوض توبه از برج گریخت به شنیدن این خبر لولارتای اطراف لندن سر به شورش برداشتند و کوشیدند تا شاه را دستگیر کنند 1414 کوشش آنان به جای نرسید وعده... و اده ای از رهبران آنها گرفتار و به دار آویخته شدند اولد کاسل سه سال در کوهستان ویلز متواری بود عاقبت دستگیر شد و چون دولت و کلیسا هر دو میخواستند داد خود را از وی بستانند او به عنوان خائن دستگیر و به دار آویخته شد و سپس به عنوان بدعت گذار به آتشش افکندند 1417 در مقایسه با دیگر مجازات ها و آزارگری ها مجازات و تقریب لولارت ها تقریبا صورت معتدلی داشت میان سال های 1400 تا 1485 تنها 11 تن به جرم بدعت گذاری محکوم شدند. ما از چند گروه لولارت که تا سال 1521 وجود داشتن اطلاع داریم تا 1518 لولارت هنوز فعالیت داشتند و تامسمن که مدعی بود 700 نفر را به کیش خود درآورده است در این سال به آتش افکنده شد در سال 1521 شش تن دیگر از لولارتا را سوزاندند هنگامی که هنری هشتم جدایی انگلستان را از کلیسای روم اعلام داشت مردم این تغییر و تحول را بدون سر و صدا پذیرفتند لولارتا می توانستند ادعا کنند که آنان تا حد زیادی راه را هموار ساختند در سال 1450 رژین پیکاک اسخف چیچستر کتابی منتشر کرد که به شیوه هوس بازانه آن عهد نامش را ردیه بر مرامت گران افراطی روحانیت نهاد این کتاب صریحا ردیه ای بر عقاید لولارت ها بود و در آن وجود یک نهضت نیرومند مخالف روحانیت در میان مردم مسلم گرفته شده بود هدف این کتاب آن بود که جلوی این افکار را با زندانی کردن و سوزاندن نباید گرفت بلکه باید با دلایل اقلانی با آنها مباحثه و نظراتشان را رد کرد این اسخوف چندان از عقل و استدلال دم زد که خود عاشق عقل شد و در خطر بدعتگذاری قرار گرفت و دید که دارد از راه دلیل و برهان اقلانی برخی از عقاید و استدلالات لولارت ها را که از کتاب مقدس معخوزه است رد می کند وی در یک از نوشته های خود به اسم رساله درباره ایمان به طور سریح عقل را بالاتر از کتاب مقدس می داند و آن را معیار و محک حقیقت می شمارد مرحله ای که اروپا دیویس سال دیگر بدان رسید بلاخره پیکاک در ردیه خود میافزاید که اولیای کلیسا همیشه در خور اعتماد نیستند ارسطو مرجعیت مسلم و غیرقابل تردیدی نیست حواریون در نوشتن اعتقادنامه رسولان دست نداشتند و عطیه قسطنطین جعلی و ساختگی بوده است اسقفان انگلیسی پیکاک را به محاکمه خواندند 1657 و وی را در انتخاب میان دو شقیه که سوختند و دیگری انکار گفته خیش آزاد گذاشتند پیکاک که سوختن را دوست نمی داشت این کارنامه ای در برابر مردم قرائت کرد از مقام اسخفی خل شد و تنها و منفرد تا آخرین روز زندگی در دیر سرنی به سر برد 1460 هنر انگلیسی 1300-1509 با وجود اندیشه های ضد روحانی و بدعتگذاری مذهب هنوز آن اندازه نیرو و توانگری داشت که معماری انگلیس را به مرحله ای از کمال برساند توسعه بازرگانی و غنایم جنگی هزینه بنای کلیسای جامع و قلاع و قصور را فراهم ساخت و دانشگاه های کمبریج و آکسفورد را با احداث زیباترین خانه هایی که تا آن زمان بر دانش پجوهی ساخته شده بود جلال و شکوه بخشید مساله ساختمانی انگلستان از مرمر گرفته تا چوب های جنگل های و آجر های ایالات مختلف به کار ساختن برچ های اشرافی و مناره های مخروط با شکوه و سقف‌های های چوبی که به اندازه تاق قوسی سنگی گوتیک استحکام داشتند تیربست زشتی که از یک دیوار به دیوار دیگر کشیده میشد جای خود را به زبانه های پیش آمده ای داد که با هممال های ستبر بلوط تاقی بلند بالای سر را نگاه می داشتند سبک گوتیک هندسی, سبک گوتیک هندسی مزین 1250 تا 1315 از اشکال اقلیدوسی در طرحهای خود سود می جست مانند کلیسای جامعه اکستر سبک گوتیک منحنی مزین 1315-1180 به جای اشکال معین هندسی از خطوط مواج استفاده می کرد که با احتیاط سبک شعلسان معماری فرانسه را نوید می داد. مانند پنجره جنوبی کلیسای لینکن سبک گوتیک قائم حدود 1330 تا 1530 که در قوس چهار خم چار... که در قوس چارخم معمولی گوتیک خطوط عمودی و افقی به کار می برد مانند نمازخانه هنری هفتم و دیر وستمینستر رنگ های تند شیشه بند منقوش قرن سیزدهم اینک ملایمتر و روشنتر شده بود یا به رنگ نقره‌ای و خاکستری کمرنگ در آمده بودند در این پنجره ها نمایش جلوه های شوالیه ای که در حال برافتادن بود با افسانه های مسیحیت برابری می کرد تا هنر گوتیک را به واپسین مرحله کمال و در عین حال انحطاط آن برساند انگلستان به ندرت از لحاظ معماری چنان شور و جذبه ای به خود دیده است ساختمان شبستان فعلی دیر وستمینستر سه قرن طول کشید 1176 1517 در سبک گوتیک قائم سادگی و مادیتی وجود داشت که برای بناهای عمومی و غیر روحانی چون مدارس، قلا، دشها، تالارهای اسناف و تالارهای عمومی کاملا مناسب می نمود. حتی دکانها و مغازهای شهر یک نوتر که قائم به کار می بردن که همراه با سردرهای چند شده و کتیبه ها و تارمی های پیش آمدشان به افسون شکوه و عظمتی گذرا ما را می فریبند. مجسم سازی این عهد انگلستان همچنان در وضع متوسط خود باقی ماند بهترین مجسمه ها مجسمه ها یاد بود مقابر بودند در انگلستان این دوره نقاشی در زمره خورده هنرها محسوب میشد و از این روی آثار آن خیلی عقبتر از آثار فلاندری و فرانسوی بودند تصدیف کاری هنوز صنعت دلپسندی به شمار می رفت هنر مینیاتور سازی پس از سال 1450 با ظهور نقاشی دیواری و نقاشی روی تخته رو به انحطاط نهاد و در قرن 16 با روی کارآمدن معجزه جدید چاپ رخت از میان بربست ککستون و مالوری در تاریخ نامعلومی از قرن پانزده مؤلفی که اینک نامش از یاتا رفته است معروفترین نمایش مورالیتی انگلستان را پدید آورد آدمیزاد داستانی تمثیلی است که شخصیتهایش تجریدات ذهنی صرفند دانش، زیبایی، عقل، نیرو، حواس پنجگانه، مال، کارهای نیک، دوستی، خیشاوندی، اعتراف، مرگ و آدمیزاد و خداوند در مقدمه خداوند لب به شکایت میگشاید که از هر دهتن تن نه تن احکام وی را نادیده میگیرند و مرگ را به زمین گسیل میدارد که خاکیان را آگاه سازد که دیر یا زود باید به نزد وی بازگردد و حساب اعمال خویش را باز دهد مرگ در یک آن بر زمین نزول می کند آدمیزاد را می بیند که جز به زن و پول نمی اندیشد مرگ فرمان می دهد که وی همراهش به سوی ابدیت راه سپار شود آدمیزاد میگوید که هنوز توشه سفر بر نگرفته است التماس میکند که اندکی به وی مهلت داده شود و به مرگ هزار پوند رشوه میدهد اما مرگ تنها ارفاقی که در حقش میکند آن است که موافقت میکند تا هر یک از دوستانش را که میخواهد در این سفر بی بازگشت همراه آورد آدمیزاد از دوستی میخواهد که در این سفر بزرگ به وی ملحق شود اما دوست گستاخانه بهانه میآورد و از رفتن امتناع می کند اما اگر خیال جنایت داری یا میخوای کسی را بکشی تو را از صمیم قلب مدد خواهم کرد آدمیزاد به خیشاوند توسل می جوید و اون نیز از رفتن به بهانه آنکه انگشت پایم درد می کند پوزش می طلبد آدمیزاد به سراغ مال می رود اما او چنان سخت گرفتار است که کمکی از دستش بر نمی آید عاقبت آدمیزاد به نزد کارهای نیک می رود. کارهای نیک از اینکه آدمی زاد وی را به کلی از یاد نبرده است شادمان می شود و او را به دانش معرفی می کند دانش به نزد اعتراف رهنمونش می کند و اعتراف او را از لوس گناه می شوید و تطهیر می کند آنگاه کارهای نیک همراه آدمی زاد به میان گور نزول می کند و فرشتگان با آوای آسمانی خود ورود گناهگار تایب و تطهیر یافته را به بهشت خوش آمد می گویند. معلف این نمایشنامه تقریبا در پروراندن داستان که شکل دراماتیک ناخوشایندی دارد پیروزی یافته است اما این پیروزی کامل نیست تجسم یک کیفیت به صورت یک شخص هرگز کار یک شخص را نمی کند زیرا یک شخص ترکیب شگفتانگیزی است از ازداد و جز در مواردی که جزء یک جمعی باشد منحصر به فرد است منحصر به فرد است و هنری بزرگ است که بتواند جمع را در فردی مشخص مثلا در هملت یا دونکیشو تجسم بخشد یک قرن دیگر تجربه استادی لازم بود تا نمایشنامه اخلاقی خسته کننده جای خود را به درام های جاندار انسان های تغییر پذیر تئاتر الیزابتی بدهند رویداد بزرگ روی ادبی انگلستان قرن پانزدهم تاسیس نخستین چاپخانه بود ویلیام ککستن که در کنت زاده شده بود به عنوان یک بازرگان به بروژ مهاجرت کرد و در ایام فراغت از کار به ترجمه مجموعی از داستانهای فرانسوی دست زد دوستانش نسخ دستنویس این داستانها را, به وی را از وی میخواستند اما دستای او چنان که خود میگوید از بسیاری نوشتن فرسوده و نااستوار و چشمانش از بسیاری نگریستن بر کاغذهای سفید تار شده بود هنگامی که به کلونی رفت احتمالا چابخانه ای را که اولریش تسل در آنجا برپا کرده بود دید تسل خود این فن جدید را در ماینس فرا گرفته بود در 1471 کولار مانسیون در بروژ چابخانه ای دایر کرد و ککستن از آن برای تکثیر ترجمه های خیش سود جست ککستن در سال 1476 به انگلستان بازگشت و یک سال بعد در وست وسائل و وسایل و دستگاه چاپی را که با خود از بروج آورده بود به کار انداخت در این هنگام وی 55 سال داشت تنها 15 سال از عمرش باقی مانده بود ولی در همین مدت به چاپ 98 کتاب که چند تای آنها را خود از لاتینی و فرانسه ترجمه کرده بود توفیق یافت انتخاب عنوان کتاب و شیوه جالب و دلپسندش در نوشتن دیباچه اثری پایدار در ادبیات انگلستان به جای گذاشت چون کیکستن در 1491 چشم از دنیا فرو بست وینکین دوورد انقلاب را ادامه داد ککسن در 1485 یکی از شاهکارهای دلانگیز نصر انگلیسی را به نام داستانهای باشکوه آرتر شاه و برخی از شهسوارانش چاپ و منتشر کرد نویسنده عجیب این کتاب در حدود 60 سال پیش احتمالا در زندان جان سپرده بود سر تامس ملری در جنگ صد ساله جزء ملازمان ریچارد بود در سال 1445 به نمایندگی از واریک به مجلس رفت اما از آنجا که به آزادی و بی بندوباری ایام جنگ خوب گرفته بود از تنهایی به تنگ آمد خانه هیو سمایس را مورد تهاجم قرار داد و به زن هیو تجاوز کرد از مارگاریت کینگ و ویلیام هیلز 100 شیلینگ با تهدید و تخفیف گرفت دوباره به خانه هیو سمایس هجوم برد و دوباره با زن وی درامیخ تف گاو و دو گوساله و سی سای سی و پنگ دوبار دیر فقه سیسترسیان در کم را تاراش کرد و دوبار به زندان افتاد باور نکردنی است این مردی با این روحیه کتابی را که اکنون مرگ آرثر مینامیم نوشته باشد لکن پس از یک قرن جر و بس همه بران شدند که این داستان های لطیف و شادی بخش حاصل ایام محبس سرتامس است بیشتر این داستان ها از صورت فرانسوی افسانه‌های های که در اینجا تسلسلی منطقی پیدا کرده و به شیوهی که لطافت و فریبندگی زنانه ای دارد نوشته شدند. وی جامعه اشرافیت انگلستان را که در بهبوهه وحشیگری ها و دقلگاری های جنگ رسوم شوالی گری را از یاد برده است فرا میخواند تا به آداب و رسوم شهسواران عهد آرسر تأسی جوید و تخلفات و زیانکاری های خود و او را به فراموشی سپرد آرثر پس از شهوت پرستی ها و بی افتی های بسیار به گوینور زیبا اما حادث جوی خیش در کنج آسایش می نشیند و از پای تخت خود در وینچستر بر انگلستان و در حقیقت بر تمام اروپا حکومت میراند و 150 شخص سوار میزه گرد میخواهد که در برابر وی پیمان بندن که هیچگاه به کسی تخطی نکنند و به خیانت دست نیالایند هرگز ستم نکنند بلکه آنان را که در خور ترحمند مورد ترحم قرار دهند و همیشه زنان پاک را تا پای جان یاری کنند موضوع این کتاب را ترکیبی از عشق و جنگ تشکیل میدهد تریسترم و لانسلو زن پادشاهان خود را میفریبند اما شجاع و بزرگمنش هستند قرق در سلاح نبرد با خود و نقاب با یکدیگر روبرو می شوند و بیان که یکدیگر را بشناسند چهار ساعت تمام دست و پنجه نرم می کنند تا آنکه در کشاکش جنگ چمشی آیشان کند و آغشته به خون می شوند آنگاه بالاخره سر لانسلو لب به سخن گشود و گفت ای شهسوار سوار سخت دلیرانی می جنگید من هرگز شه به استادی تو در جنگ ندیدم اگر تو را ناپسند نمی آید نام خیشتن را بر من بازگوی سر تریسترم پاسخ داد ای شه من از گفتن نام خیش به دیگران اکراه دارم سر لانسو گفت سخ راست گفتی اما اگر کسی نام مرا بپرسد هرگز از گفتن آن روی نمیگردانم سر تریسترم پاسخ داد نیک گفتی پس من میخواهم که نامت را به من بازگویی و او گفت ای شه سوارست ترک نام من سر لانسلو دولاک است به شنیدن این سخن سر تریسترم گفت دریقا که من به چه کاری دست یازیدم تو همان یلی هستی که من در جهان بیش از هر کسی دوست میدارم سر لانسلو گفت ای شه سوار دلیل نامت را به من بگو او گفت به درستی نام من سر تریسترم دولیون است به شنیدن این سخن سر لانسلو فریاد برآورد ای مسیح بزرگوار چه میشنوم و پس از آن سر لانسلو زانو بر زمین زد و شمشیرش را تسلیم کرد سر تریسترم نیز زانو زد و شمشیرش را به سر لانسلو تقدیم کرد آنگاه هر دو به سوی سنگ پیش رفتند بر آن نشستند کلاه خودشان را برداشتند و بیش از صد بار یکدیگر را بوسیدند چقدر فرق است میان این دنیا با روح لطیف این دنیای با روح لطیفی که در آن هیچ کس در تلاش معاش نیست و همه زنان بانو و پاک دامنند با دنیای واقعی اومانیسای انگلیسی از اینکه پژوهش پرشور ایتالیای دوران کوزیمو و لورنسو دمدیچی در فرهنگ و هنر کلاسیک تنها انعکاسی کوچک در انگلستان داشته است نباید تعجب کنیم زیرا بازرگانان انگلیسی به ادبیات و کتاب کمتر توجه داشتند و نوجبا و اعیانش از بیسوادی خود را شرمنده نمیافتند بنابر تخمین سرتامس مور در آغاز قرن شانزدهم چهل درصد مردم انگلستان سواد خواندن داشتند کلیسا و دانشگاه های تابعه آن هنوز یگانه حامی پناهگاه دانشمندان بودند برای انگلستان مایه سرفرازی است که در این شرایط و در میان نابسامانی ها و استرابات عظیم جنگ مردانی چون گروسین، لیناکر، لاتیمر و کولت برخواستند که آتش شور و شوق ایتالیا در دلهایشان موثر افتاد و آنقدر از گرما و روشنایی آن به انگلستان منتقل کردند که چون اراسموس آن فرمان روای مطلق عالم ادب اروپا در سال 1499 به این جزیره قدم گذاشت خیشتن را در وطن خود احساس کرد ها که خیشتن را وقت مطالعه در فرهنگ و تمدن مسیحی و مشرکانه کرده بودند مورد سرزنش معدودی قرار گرفتند که از رهاورد این یونانی ها از ایتالیا بیم داشتند ولی روحانیان بزرگی چون ویلیام آو وینفلیت، اسقف وینچستر، ویلیام وارم، اسقف اعظم کنتربری جان فیشر اسقف راچیستر و بعدا کاردینال تامس ولزی دلیرانه به دفاع از آنها برخواستند از زمانی که مانوئل کریزولو راس به انگلستان آمد 1408 دانشمندان جوان این کشور به تبی گرفتار شدند که احساس می‌کردند چارش تحقیق و مطالعه یا عیاشی در شهرهای ایتالیاست هانفری چون از ایتالیا بازگشت شوقی بی پایان برای جمع کتب خطی داشت و در این راه کتابخانه گرد آورد که بعدها نصیب موزه بودلیان شد در میان اومانیس انگلستان لیناکر از همه جامعتر و نامآورتر بود زبانهای لاتینی و یونانی را مثل زبان مادریش میدانست آثار جانیلوس را ترجمه کرد پزشکی علمی را پیش برد کالج سلطنتی پزشکان را تأسیس کرد و ثروتش را برای ایجاد کرسی تب در آکسفورد و کمبریج وقف نمود راسموس میگوید به وسیله او علم و دانش جدید چنان در بریتانیا استقرار یافت که دیگر لزومی نداشت انگلیس ها برای تحصیل آن به ایتالیا روند ویلیام گروسین هنگامی که در فلورانس به لیناکر ملحق شد چهل سال داشت در 1492 به انگلستان بازگشت در کالج اکستر در آکسفورد اتاقهایی اجاره کرد و علا رقم اعتراضات محافظ کارانی که می ترسیدن مبادا متن اصلی عهد جدید ترجمه مستند هزار ساله هیرونوموس را که به زبان لاتینی بود یعنی بلگات را از رواج اعتبار بیفکند به تدریس هر روزه زبان یونانی پرداخت گروسین به طور قطعی و یقین مردی و متدین و حیات اخلاقیش مبرا از هر گونه عیب و خدشه ای بود اصولا در نهضت اومانیسم انگلستان هرگز مانند برخی از دانشمندان عهد رونسانس ایتالیا عقاید ضد مسیحی حتی به صورت پوشیده و نهانی به وجود نیامد اومانیس های انگلیسی میراث مسیحیت را بالاتر از تمام آراستگی های معنوی و تربیت اقلانی می و بزرگترین آنها از اینکه رئیس, رئیس کلیسای سنت پول باشد استرابی به خود راه نمیداد. جان کولت بزرگترین پسر سر هنری کولت بود و وی بازرگان توانگری بود که 22 فرزند داشت و دو بار به مقام شهرداری لندن رسیده بود. کولت این کولت جوان در آکسفورد بر اثر تعلیمات لیناکر و گروسین به تبع اومانیسم مبتلا شد. آثار افلاتون، فلوتین و سیسرون را مشتاقانه بلعید. در سال 1393 به فرانسه و ایتالیا سفر کرد. با اراسموس و بوده در پاریس دیدار کرد. تعلیمات ساوانارولا در فلورانس او را برانگیخت و سبکسری و هرزگی کاردینال ها و پاپ الکساندر ششم در روم وی را تکان داد. چون به انگلستان بازگشت، ثروت پدر برای وی به ارث مانده بود. با این ثروت میتواند در سیاست یا در تجارت به مقام منی ای برسد لاکن او زندگی طلبگی را در آکسفورد بر همه ترجیح داد روایتی را که میگفت تنها کشیشان حق تعلیم الهیات دارند نادیده گرفت و به تغییر درباره رساله رومیان پرداخت انتقاد و تصحیح و توضیح ولگات را جایگزین فلسفه مدر آموزشگاهی کرد شنوندگان و خوانندگان بیشمارش از شیوه نو از شیوه نو بیان او و تکی و تاکیدش بر اینکه خداشناسی واقعی به نیکی گذراندن زندگی است جانی تازه گرفتند راسموس که وی را در سال 1692 در آکسفورد دیده است او را قدیسی توصیف می کند که پیوسته در معرض وسوسه شهوات و اشرت قرار داشت لکن تاج پاکی را تا هنگام مرگ از سر نیفکند راهبان بیمندوار ایام خود را به باد سرزنش گرفت و ثروت را برای مصارف خیر و الهی تقدیم داشت وی مخالف و دشمن وفادار کلیسا بود آن را رقم معایبش دوست میداشت. واقعیت و حقیقت لفظی و ادبی سفر پیدایش را مورد پرسش قرار میداد اما در منزل بودن کتاب مقدس شک نمیکرد. وی سندیت کتاب مقدس را بالاتر از احادیث و روایات کلیسا می دانست فلسفه آموزشگاهی را برای مسیحیت نبی پنداش برای اقرار کشیشان اعتباری قایل نبود و حضور واقعی مسیح را در نان مقدس اشای ربانی با تردید تلقی می کرد از این رو سرمشق و پیشروی مسلحان مذهبی بعد بود کلت دنیا دوستی روحانیان را مردود می شمرد. کلت در سال 1504 به ریاست کلیسای سنت منصوب شد از فراز منبر رفیع این کلیسا علیه فروش حوزه های اسقفی و اینکه یک تن به تنهایی اختیار چندین بنفیس را داشته باشد سخن, ران. سخن راند گفتارهای او مخالفان خشمگین را برانگیخت لکن اسخف اعظم وارم او را تحت حمایت گرفت لیناکر گروسین و مور که دیدار اراسموس آنان را برانگیخته بود آزاد از محافظهکاری و توجه به فلسفه یا آموزشگاهی آکسفورد اینک در لندن مستقر شدند و دیری نپایید که مورد پشتیبانی هنری هشتم شاهزاده جوان قرار گرفتند همه چیز برای یک رونسانس انگلیسی آماده به نظر می رسید رونسانسی که همراه با یک جنبش اصلاحی دینی آرام و بدون سر و صدا بود جلسه آینده فصل ششم داستان برگونی